با سلام به بینندگان کانال جدید، من ساناز سینایی به همراه همکارم حامد جمالی این برنامه از نگاه روز رو تقدیم حضورتون میکنیم. موضوع برنامه امروز ما نزاع بیپایان دو جناح حکومت هستش. دادستان کل کشور از وزیر ارتباطات دولت روحانی برای اجرایی نکردن ابلاغیه های قضایی در مورد فیلتر نکردن اینستاگرام، کاهش پهنای باند بین الملل و محدودسازی پیام‌رسان‌های خارجی شکایت کرده. دعوا بر سر این موضوع در نظام اسلامی بالا گرفته. به منظور ریشه‌یابی این نزاع با محسن ابراهیمی مهمان برنامه امروز ما هستیم تا به سوالات ما پاسخ بده. سلام، به برنامه ما خوش اومدید. خیلی متشکرم. ممنون از دعوت. خواهش می‌کنم. محسن ابراهیمی، اگه ممکنه برای بینندگان ما یه توضیحی بدین که جرمی که با استناد به اون وزیر ارتباطات مورد غضب قوه قضاییه قرار گرفته چیه؟ و این سوال جوابش خیلی روشنه و کوتاهه. خودشون اعلام کردن که گویا شکایتی شده از درون خود از طرف صدا و سیما و اینکه اینستاگرام رو فیلتر کنن و گویا ایشون به حرف دادستان و اون شکایت، بعد از اون شکایت دادستان خب اعلام جرم کرده که چرا اینستاگرام فیلتر نشده و گویا گوش ندادن و خلاصه فرمان یا خواست دادستان رو اجرا نکردن. خب ظاهرا قضیه بر سر اینه که یه طرف میخواد اینستاگرام فیلتر بشه و یه طرف دیگه گویا این کار رو نکرده. این ظاهر قضیه است که خب در سیستم جمهوری اسلامی نه قضاوت، نه دادستان، نه شاکی، نه متهم، ما میدونیم که هیچ کدوم مبنا نداره و پس میشه نتیجه گرفت که یه کشمکش باندیه که به این صورت خودش رو نشون داده امروز. به نظر شما دعوا دقیقاً بر سر چیه؟ آیا دعوا واقعا بر سر تامین آزادی توسط حکومت و مخالفتش از سوی اصولگرایان طرفدار خامنه ای هستش؟ خب روشنه که دعوا بر سر هر چی باشه بر سر این نیست که گویا یه طرف میخواد محدود کنه آزادی رو و طرف مقابل گویا طرفدار آزادی رسانه‌ای، آزادی میدیای اجتماعی، آزادی بیان و اینکه اینترنت باید در اختیار مردم باشه هست. دعوا سر هر چی باشه سر این نیست، خیلی روشنه. این به نظر من خیلی روشن اون تنش‌های باندی مافیایی همیشگی میان جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی است که هر دوره خودش رو به شکلی نشون میده. خیلی روشنه که اینجا ما با یه به اصطلاح تنش سیاسی میان دو جناح جمهوری اسلامی مواجه هستیم که خودش رو به این صورت نشون میده. مخصوصاً این که حالا جناح روحانی هم اینجا فرصتی فراهم شده که بپره داخل اون فرصت و خودش رو گویا طرفدار آزادی فعالیت رسانه‌ای بکنه که ما مثلا نمیخواییم اینستاگرام، تلگرام یا هر به اصطلاح ابزار میدیایی رو محدود کنیم. از این طریق حداقل سابقه خونین خودش رو در قبال مردم، جوونا و نیاز مردم به آزادی بیان رو یه جوری بپوشونه، چون میدونیم که وارد دوره انتخاباتشون هم دارن میشن. ولی ما میدونیم که مردم ایران میدونن، مردمی که مشغولن، میدونیم که در ایران بخش وسیع از جمعیت از رسانه‌های اجتماعی دارن اینترنت استفاده میکنن. این مردم میدونن که در دولت همین، در همین حکومت اسلامی، در دوره ریاست جمهوری همین روحانی که ظاهرا جناح اصلاح طلب حکومت اسلامی و اینجا داره ظاهر قیافه طرفدار آزادی رو به خودش داده، در همین دوره اینترنت رو همیشه محدود کردن و مشخصا در دو خیزش وسیع مردم ایران در سال 96 و 98 رسما و علنا اینترنت رو قطع کردن تا بتونن در سکوت رسانه‌ای مردم رو کشتار کنن. 1500 انسان رو که در 98 کشتن زمانی
قتل عام کردن که اینترنت رو همین دولت روحانی و البته جناح دیگرش با هم متحدن قطع کرده بودن تا مردم رو قتل عام کنن. میخوام بگم که این بازی رو مردم قبول نمی کنن. میخندن به ریشه روحانی که اینجا ظاهر و قیافه طرفداری از آزادی اینترنت رو گرفته. روشنه که از نظر مردم ماجرا این نیست، ماجرا تنش‌های باندی جناح‌های مختلف جمهوری اسلامیه. همیشه بین دو جناح حکومت چه اختلافاتی بوده و دولت همیشه بین یکی از این دو جناح دست به دست شده و به این ترتیب تا الان تداوم پیدا کرده. به نظر شما این بازی همیشگی نیستش؟ خیلی روشن هم صحبت قبلم اشاره کردم، بازی همیشگیه، منتها توی شرایط متفاوت. ما میدونیم که بالاخره ایران 40 سال پیش با ایران 30 سال پیش و با ایران 20 سال پیش و مشخصا با ایران 3-4 سال گذشته متفاوته. همه اینو میدونن. هیچ کسی تو ایران، هیچ تحلیلی در ایران، حتی خود حکومت اسلامی و سرانش هم واقفن که ایران بعد از قیام بیش از 100 شهر مردم در سال 96 که در اون قیام مردم رسما علیه هر دو جناح شعار دادن و اعلام کردند که از نظر مردم هر دو جناح دیگه در ایران جایی ندارن، از نظر مردم هر دو جناح دشمن مردم هستن و باید نابود بشن، باید سرنگون بشن، تنها راه رهایی مردم رها شدن از کلیت جمهوری اسلامی با هر باند و جناحش است. خب سران حکومت اسلامی هم اینا رو دیدن و میدونن که ایران 2-3 سال پیش با ایران امروز متفاوته. در نتیجه میشه گفت که خیلی روشنه که این اختلافات همون همیشگیه، این اختلافات باندی جناحی، کشمکش باندی و جناحی همیشگی، منتها در شرایط متفاوت. ما میدونیم که الان با آمریکا مسئله رابطه با آمریکا مطرحه، هر دو جناح تلاش میکنن خودشون رو جلو بندازن که ما هستیم که مثلا میتونیم با آمریکا رابطه بگیریم. میدونیم که در آستانه مضحکی انتخابات جمهوری اسلامی هستیم و هر دو جناح تلاش میکنن خودشون رو در جنگ قدرت آماده کنن برای این دوره و تا میتونن پیش از اون میخوان همدیگر رو لغو کنن، همدیگر رو حذف کنن، خودشون رو آماده کنن برای دوره بعد. میخوام بگم که در یه متن شرایط جدید این دو به جون هم افتادن، یعنی داستان همیشگیه با اوضاع متفاوت جهانی و البته در داخل ایران. و به عنوان آخرین سوالی که ازتون داریم، فضای اعتراضی در ایران واقعا خیره کننده است. به نظر شما اعتراضات به کدوم سمت داره میره و منتظر چه اتفاقی میتونیم ما باشیم؟ فقط اگه ممکنه در حد 1 دقیقه برای بینندگان ما توضیح بدیم. بله، من خیلی کوتاه بگم که تاریخ ایران رو، تاریخ هیچ جایی رو به عقب نمیشه برگردون. ما در دوره بعد از دو قیامی که اشاره کردم داریم به سر میبریم. اون دوتا با سرکوب شدید حکومت اسلامی مواجه شد ولی شکست نخورد و یک دلیل روشن شکست نخوردنش هم این هست که جامعه به قول خودتون سرشار از اعتراضات همین چند روز گذشته، اعتراضات هفت تپه، اعتراضات کارگران فولاد که مدیریت رو بیرون کردن، اعتراض سراسری بازنشستگان، پرستاران، پالشگاه ها تو جامعه نشون میده که جامعه عقب نشسته ولی شکست نخورده. من فکر میکنم در چشمنداز این رو تحلیلا فقط نمیگم، خود مقامات حکومت اسلامی هم میگن در چشمنداز بازگشت شورش گرسنگان در ابعاد گسترده تر، وسیع تر، عمیق تر و رادیکال تر رو داریم میبینیم و تمام مسئله بر سر اینه که تلاش ما به عنوان حزب کمونیست کارگری این باشه که این بار مردم با رهبری جدی سیاسی در قدرت سیاسی نمایندگی بشن. ممنون از اینکه همراه ما بودین. روزتون خوش. خیلی متشکرم از اینکه ما رو تا پایان این برنامه همراهی کردید. متشکرم. امیدوارم این برنامه مورد پسندتون واقع شده باشه. تا نگاهی روز دیگر، برایتان اوقات خوشی را آرزو می‌کنم.